با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیویی رادیو شهر ما، امروز در خدمت جناب افشین افشین جم، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر در کانادا هستیم و درود می‌فرستیم خدمت ایشون. و صحبت امروز ما در دو بخش انجام خواهد شد. یک بخش مربوط به واقعه مهمی است که روز دوشنبه اون هم انتخابات سراسری فدرال کانادا است که از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار هست. در خدمت شما خواهیم بود و بعد میپردازیم البته در این انتخابات به منطقه ایرانی نشین ریچموند هیل و فضای گرم و داغ اجتماعی در این فضای مجازی که بسیار خوشحال هستیم که ایرانی ها هم نسبت به انتخابات و هم نسبت به کسانی که میخوان انتخاب بشن نظرات صریح و جدی دارن و ملاحظاتی دارن که این ملاحظات رو در فضای مجازی به شکل بسیار وسیعی پخش کردن و میکنن تا روز یک شنبه. و همچنین بپردازیم بعد به اهمیت این آزادی و دموکراسی که در کشور زیبای کانادا به ما داده شده. بنابراین و در قسمت دوم میپردازیم به مسائل هفتگی، اتفاقاتی که در هفته گذشته یا در حال حاضر در حال انجام هست، به خصوص حول هوش خاورمیانه و عرضم حضورتون که کشور عزیز ما ایران. بنابراین درود میفرستم خدمت شما جناب افشین جم و خیلی خوش آمدید. طبق معمول ما همیشه به شما زحمت میدیم و استفاده میکنیم از نظرات بسیار بسیار جالب و به قول اینجا یا اینفورماتیو شما برای ما و شنوندگان و بینندگان تلویزیون ایرانیان کانادا. سپاسگزارم. منم به خدمت شما و بینندگان گرامی سلام و درود دارم و همینطور سپاسگزارم از تلویزیون این برنامه، این که برام در اختیار ما گذاشتن که در خدمت شما بشین. شما مطالبی رو مطرح کردین برای انتخابات و همینطور که شما به درستی گفتین، مخصوصا در جوامع دموکراتیک این تقریبا میشه گفت وظیفه همه هست که بیان و شرکت بکنن. خوشبختانه ما الان حدود 5 تا حزب داریم که هر کدومشون پلتفرم و سکوی خودشونو دارن، بنابراین هر کسی میتونه از چپ بگیره و به راست بیاد و یا اینکه حتی به قسمت کسانی که یا حزبی که بیشتر به دنبال مسائل محیط زیستی هست. بنابراین به نظر میرسه که به نظر من خیلی فوق العاده است. یعنی ما در آمریکا میبینیم 2 تا حزب مهم هستن، ولی ما اینجا میبینیم که این 5 تا اگرچه 2-3 تاشون زیاد ممکنه قوی نباشند، ولی کسانی که باور دارن به اون پلتفرم ها میتونن شرکت بکنن و اونایی که ضعیف هستن رو بیارنشون بالا، برای اینکه واقعا مردم هستن که میتونن تغییرات رو ایجاد بکنن. و ما میبینیم که در از 4 سال گذشته که انتخابات بود و تا الان چه تغییراتی انجام شده، که البته اگر حتما که به خاطرتون میاد در انتخابات گذشته حزب لیبرال برنده شد با اکثریت و این نزدیک به 4 سال رو گذروندن و خب با کمی ها و کاستی هایی که داشتن که حالا میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. و در حقیقت وظیفه من و دوستان و هر کسی دیگه اینه که ما تشویق بکنیم به شرکت کردن، ولی دیگه اون انتخاب با شماست که کدوم حزب و کدوم پلتفرم و مورد نظرتون هست، اون یه چیز شخصی. من در خدمتتون. سوال اول این است که اتفاقا نگاه میکردم این منشور حقوق و آزادی های کانادا که اتفاقا
از حزب لیبرال پدر آقای ترودو در اون سالهای گذشته دنبال بودن و چندین مرتبه با مخالفت ها و کاهش ها و نمیدونم تغییراتی هم از طرف احزاب مختلف، هم از طرف خود لیبرال ها، هم از طرف کشور بریتانیا، و یک به اصطلاح طول کشید حدود 3-4 دهه که این به تصویب رسید و به این شکل در آمد. بله. که البته بعدش هم خب منشور حقوق و آزادی های جهانی در سازمان ملل متحد تصویب شد. من عرضم این است که آیا این همچین چیزی که به وجود آمده و در یک کشور آزاد اینجا، اولا چه درسی به ما میده و چه امتیازهایی در اختیار افراد ایمیگرانت مثل ما، چون ما در حقیقت این کشور رو یه عده‌ای ساختند قبل از ما و خوبم ساختن و این منشور هم روش زحمت کشیدن، منشور آزادی، حقوق آزادی های کانادا، حق شهروندی و حقوق بشر و خیلی مسائل، و ما اومدیم داریم از اون حاصل اون زحمات در گذشته استفاده میکنیم. ما چگونه آدمی باید باشیم که اصلا به خودمون اجازه بدیم که در این پروسه وارد بشیم و چه خصوصیاتی باید داشته باشیم؟ به نظر من کسی باید اهلش باشه مثلا از این زیبایی دموکراسی و آزادی ها در کانادا خوشش بیاد و یه آدم آزادمنشی باشه که آزادی و حقوق و حقوق انسانی برای همه جهان بخواد و همه جا بخواد، به خصوص از جایی که آمده، و بعد نهایتاً استفاده بکنیم و نماینده مجلس هم بشیم. بله. بنابراین شما در این مورد اون خصوصیاتی که نمایندگان، به خصوص نمایندگانی که کاندیداهایی که از کشورهای دیکتاتوری مثل ایران استبدادی میان، این خصوصیات رو چگونه بایستی داشته باشن که بیان به این طرف و به خودشون اجازه بدن که کاندید بشن و بتونن این میراث رو برای کشور کانادا حفظ بکنن؟ بله، مطلبی که گفتین خیلی میشه راجبش صحبت کرد ولی وقتی خب کمه. من میخوام بگم که دکتر اسدپور، این برنامه یک پروسه، یک پکیجی، یک به قول معروف یه چمدونی هست که در این چمدون شما همه چیزتون رو میذارین و میرین برای مسافرتتون. من به عنوان مثال میگم، وقتی که من میام از یک مسافرت، مثال میگم در خاورمیانه میام یا از یه جاهای دیگه، مثلا از میدل ایست یا هر جای دیگه رانندگی میکنم، وقتی که میام به کانادا یا میام به اروپا یا میام به آمریکا، رانندگی که اونجا کردم دیگه اونجا نمیتونم بکنم. درست. برای اینکه یک قوانینی گذاشته شده، این قوانین و احترام مردم به این قوانین باعث میشه که اول که قوانین که جای خودش هست، سر جاش هست، به علاوه پلیس هست. یعنی شما قانون رو میذارن ولی این قانون اگر رفتار نکنی شما جلوتون رو میگیرن، تنبیهتون میکنن شدیدن. اگر شما به عنوان مثال از چراغ قرمز رد شین، شما رو میگیرن و نمره هاتون رو کم میکنن، بیمتون میره بالا، عرشب از حضورتون که ممکنه که اگر چیز باشه عواقبش داره. ولی ما میبینیم در کشورهای دیگه قوانین هست ولی اون پلیس کردن و دنبالش گرفتن نیست. نکته دیگه که مهم هست، تا اونجایی که تونستن، خود شما اینجا هستین، کشورهای دیگه هم رفتن، هموطنان عزیزی هم که دارن صحبتهای من رو در اینجا میشنون یا جاهای دیگه، نبودن فساد هست، یا اینکه نمیشه گفت 100% فساد نیست ولی 90% 95% فساد نیست، و این باعث میشه که کمک بکنه. به عنوان مثال میخوام بگم، وقتی که یکی از وزیرهای اینجا در کابینه گذشته خانومی بود که مسافرت کرده بود جزو برنامه، و این خانوم طبق اون جدولی که باید مصرف صبحانه اینجا میکرد، صبحانه‌ای که مصرف کرده بود
آب پرتقالی که خورده بود فرش بود در یه هتل گرون قیمت‌تر و بعد اینو گذاشته بود به حساب خب دولت طبق معمول. آمدن ممیزی کردن، نه اینکه این خانه رو ممیزی بکنن بلکه همه رو ممیزی میکنن، نخست وزیر هم ممیزی میکنن. و بعد این خانم مجبور شد استعفا بده، برای چند پوند استعفا بده. آقای ترودو نخست وزیر کنونی ایشون یک کادوی عینک گرفتن، این عینک رو گرفتن و این کادو بیشتر از قیمتی بود که نمیتونستن چیز بکنن، اعلام بکنن. یعنی اگر ظاهرا مثل که از 100 دلار به بالا باشه بعد اعلام بکنن. ایشون حالا یا قیمت نکردن یا ندونستن یا چیز، مجبورشون کردن معذرت خواهی بکنه و بقیه پول رو پرداخت بکنه. شما فکر بکنه یه همچین چیزهایی اگر در کشور ما اتفاق بیفته، که متاسفانه و متاسفانه ما می‌بینیم میلیاردها میلیاردها دلار دزدی میشه و بعدم آقای خامنه‌ای میگه خب کشش ندین. این مردم هستن، اینجا مردم ول نمی‌کنن، مردم مقاله می‌نویسن میگن آقای ترودو شما این عینک رو چرا این کار کردین؟ برای اون خانم فشارش، اون خانم نمی‌خواست استعفا بده ولی اینقدر فشار آوردن که مجبور شد استفاده بده. منظورم اینه که یک پکیجی که خدمتتون عرض کردم، یکیش هم آزادی مطبوعاته. درست. آزادی مطبوعات هست که به من و به شما قدرت میده که ما بتونیم این مطالب رو در رسانه ها، روزنامه ها بنویسیم و اینها خجالت بکشند و نکنند و این برای بقیه هم درس میشه. رانندگی همینطور، هر چه که پرداخت مالیات ها سالانه همین صورت، ممیزی هایی که هست بر این صورت هست. من در خدمت هستم. سوالات بسیار بسیار به جای خوبی رسیدیم که خب دولت کانادا با خصوصیاتی که آقای افشینجان فرمودند از یعنی با جمهوری اسلامی ترک روابط دیپلماتیک کرده چند سال پیش. البته میدونید که برای همچین کشوری یک مسائل انسانی و حقوق انسانی و حقوق بشر بسیار اهمیت داره و آمدن حالا در اون موقع در دولت کانسرواتیوا بود که روابط دیپلماتیک قطع شد. البته قبل از اون هم روابط درستی وجود نداشتن، هیچ وقت روابط درستی که نرمال باشه بین کانادا و ایران نبوده اصلا. یه روابط کوچکی برقرار شده بود و اون هم اجازه نمیدادن در دولت لیبرال که کنسولگری ایران داشته باشه در تورنتو، فقط در اتاوا سفارت داشت. یعنی محدودیت هایی داشتن و از بعد از کشته شدن خانم زهرا کاظمی هر سال کانادا پیش قدم میشه و قطعنامه محکومیت ایران در حقوق بشر رو به سازمان ملل میبره، در مجمع عمومی به تصویب میرسونه، چه دولت محافظه‌کار و چه دولت لیبرال. و الان هم با توجه به اینکه دولت کانسرواتیو روابط قطع کرده، دولت لیبرال هم هر گونه مذاکره‌ای در این مورد رو به تعویق انداخته و متوقف کرده. در یک موشنی که داده شد پارسال و آقای ترودو مخصوصا بلند شد و تصویب کرد. بنابراین در حقیقت میخوام این عرض بکنم که حزب لیبرال و حزب کانسرواتیو که بزرگترین حزب کانادا هستن، اینها نسبت به حقوق انسانی در کشورهای دیگه دنیا اهمیت میدن و به همین ترتیب میبینیم که روابط قطع شده. حالا چگونه است که این چیزها که سالها هم طول کشیده و سیاست دولت کانادا برای هر دو حزب هم وجود داره، چطور است که یک نماینده‌ای که میخواد، یعنی الان کاندید نماینده بوده، نماینده توی این موج لیبرال ها که میدونید موج سیاسی بعض وقتا که خب میرن یک حزبی چند سال زیاد داره فعالیت میکنه، همیشه دنبال تغییر هستن که حزب دیگری بیاد، یه نفر همیشه نباشه. این زیبایی دموکراسی در کاناداست و این موجی که ایجاد میشه یه دفعه بعضیا هم مثل دوستمون آقای مجید جوهری میپره بالا یه دفعه. و جالب این که
این آقای جوهری که مسائلش الان در برنامه‌های فضای مجازی ایران یا خیلی زیاد هست، میخواد اون مسائلی که باعث شده دولت کانادا از هر دو حزب روابط خوبی با ایران نداشته باشن، این دنبال این است که این روابط رو درست بکنه و بره بگه نه، باید شما روابط داشته باشید به این کشور بدون محکوم کردن نقض آزادی ها و حقوق بشر در کشور خودمون. این خیلی خیلی ثقیل و سخت برای ما ایرانی ها. چطور شما اون در حقیقت اساس این برنامه که اتفاق افتاده، شما با از خود دولت ایران نمیخواید که رفتارش درست کنه و ما از همچین دولتی مثل کانادا سپاسگزار باشیم که آمده در مورد حقوق بشر، در مورد نقض آزادی ها عکس العمل نشون داده. و اون وقت یه آقا میگه من میخوام برم روابط درست بکنم، در حالی که به جای اینکه این حرفا رو بزنه، این بهانه رو میاره که مثلا ما بایستی به خاطر مردم ایران، در حالی که ما جامعه ما نیاز به خدمات کنسولی دارن، روابط دیپلماتیک مورد نیاز مردم نیست، مورد نیاز کشورهاست. در این مورد میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که این از همچین مجموعه ای و همچین مجموعه ای که در کانادا وجود داره، همچین خواهشی و همچین فعالیت پیگیر چه معنا میتونه داشته باشه؟ ببینید، شما به درستی اشاره کردین از قطع روابط جمهوری اسلامی با کانادا، که اشاره کردیم به قتل خانوم زهرا کاظمی توسط سعید مرتضوی، و همینطور که اطلاع دارین آقای سعید مرتضوی یکی از به اصطلاح جانیانی هست که علاوه بر کشتن خانم زهرا کاظمی در کهریزک هم دست داشت و چندین جوان رعنا رو کشتن و بسیار مسائل فساد داشتن و ایشون فقط دو سال زندانی گرفت. در این دو سال عکساش هست که ایشون رفته بوده به عرشبت که عراق، به کربلا و نجف، و این در این مدت هم رفته بوده، ولی ما میبینیم که خانوها، آقایون حقوق بشری ها یا محیط زیستی ها 20 سال، 15 سال، 14 سال زندانی میگیرن بدون اینکه کاری کرده باشن. این نشون میده که ما برگردیم به صحبت قبلی که کردیم. البته روابط تقریبا میشه گفت از زمانی که جمهوری اسلامی آمریکایی ها رو به عنوان هاستج گرفت، گروگان گرفت برای 444 روز و بعد سفیر کانادا در ایران کمک کرد به 6-7 نفر از این آمریکایی ها که با پاسپورت کانادایی فرار بکنن برگردن، که البته این اولین باری بود که در تاریخ کانادا یه همچین کاری انجام شد که پاسپورت قانونن و بعد اینو البته به صورت قانونی از مجلس گذروندن، تمام احزاب به صورت خیلی محرمانه تایید کردن و پاسپورت ها ایجاد شد اومدن و بعد روابط هم دو مرتبه همونطور که شما درستی گفتین از بین رفت. باید واقعا اینطوری من میخوام بگم دکتر اسدپور، من و شما و بینندگان عزیزی که الان دارن گوش میدن، ما چرا اومدیم کانادا؟ چرا از خونه و زندگیمون کندیم، فامیل و هر چی داشتیم، تمام خاطرات زندگیمون رو گذاشتیم و اومدیم خارج؟ به خاطر اون چیزی که پیش آمد، برای اون چیزی که ما نمیتونستیم عرشبت حضورتون تحمل بکنیم. من برای مثال برای خودم دارم میگم، زمانی که ما از ایران خارج شدیم، یک سال ما در اروپا در اسپانیا موندیم و به خاطر اینکه فکر میکردیم برمیگردیم، فکر میکردیم این انقلاب نیست، یعنی یک شلوغی هست و برمیگردیم، ولی نه، دیدیم که نشد و اومدیم. منظورم از این برگردم به صحبت شما و اون اینه که اگر ما با این شرایط، همین آقای جوهری که اشاره کردیم، ایشون هم جزو به اصطلاح بای پروداکت، یعنی بازمانده های همون هست که اومده از کشورش خارج شده و نتونسته اونجا بمونه، اومده اینجا، ولی آمدن ایشون به اینجا و بعد درک نکردن این که ما یا خودش یا فامیلش یا آشناش چرا اومدن و بعد بیاد و بعد بخواین لابیگری بکنن،
لابیگری بکنن برای اون جایی که خودشون فرار کردن اومدن. فامیلشون بنده جنابعالی 6 یا 7 یا 8 میلیون بستگی داره کجا هستن فرار کردن آمدن، و بعد ما بیان برای همونها بخوام که به اصطلاح ارفاقهایی بکنیم. ارفاق بکنیم، شما راجب سفارت صحبت کردیم، من میخوام راجب این یه چند لحظه بیشتر راجبش صحبت بکنم. من خیلی استقبال میکنم از اینکه سفارت رو بستن. حالا علتش هم میگم. باور بفرمایید هموطنان عزیز، زمانی که سفارت باز بود، افرادی که میومدن به عنوان کارمند سفارت با پاسپورت و گذرنامه سفارت، اینا همشون، نه همشون، اکثرشون چماق به دستا بودن. اکثرشون کسایی بودن که من و فامیل من مرتب تلفن‌های تهدید کننده می گرفتیم. اینا از کجا میشد؟ از طرف همین کارمندان سفارت میشد که کارمندم نبودن. اینا را بهشون شناسنامه و یا گذرنامه های قلابی میدادن، همه چیزش هم عوض میکردن، و بعدم کی هست که اینجا بیاد چک بکنه؟ مخصوصا کانادایی ها آدم های بسیار ساده ای هستن، اون چیزی که بهشون میگین قبول میکنن. البته یواش یواش چرا یاد میگیرن که هر چیزی رو قبول نکنن، ولی منظورم اینه که من شخصا خیلی خوشحالم که سفارت بسته شد، و تا زمانی که به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستیه، یک حکومت مردمی نیست، یک چیزی نیست که من بخوام بهش اطمینان کنم و پراد باشم، مغرور باشم که سفارت اینجا هست، بتونم برم حرفمو به سفیر بزنم یا به کارمنداش بزنم. البته هر وقتی که جمهوری اسلامی نباشه، من فکر میکنم که 50% 60% یا شاید هم بیشتر یا کمتر برگردن برن ایران، برای اینکه لزومی نداره که آدم اینجا بمونه، یا اینکه اونایی که گرفتاری ندارن ممکنه برگردن. منظورم از این که بستن اونجا خیلی به نظر من درست بود. البته اینم باید اشاره بکنم که داشتن حافظ منافع ایران در اینجا و برعکس کانادا در ایران لازمه و این کار باید بشه، ولی میخوام اینو بگم، جمهوری اسلامی تا الان قبول نکرده که یک کشوری رو معرفی بکنه به عنوان حافظ منافع، و خب وقتی که نکنن این طرف هم این کار رو نخواهد کرد. البته اونا به خاطر همین، آقای دکتر من یادم هست که صحبت شد و جمهوری اسلامی مخصوصا فشار آورد به این خانوم ها و آقایونی که اینجا طرفدارش هستن، که ممکنه آقای جوهری هم جزوش باشه، یا اون سازمانی که به نام ICC هست، کنگره ایرانیان کانادایی، که من آشنایی ندارم ولی خیلی چیزهای بد راجبش شنیدم، از توسط اونا که اومدن پتیشن درست کردن، توما درست کردن که فشار بیارن به عرشبت که حکومت کانادا که سفارت رو باز بکنن، ولی حاضر نبودن که عرشبت حضورتون که حافظ منافع رو باز بکنن. این نشون میده که توی کفششون ریگ بود، ریگ‌های خیلی بزرگ بود، و میخواستن به این وسیله اون عرشبت حضورتون که خانه جاسوسی رو، لانه جاسوسی با چماقدارا شده ورتب اینجا بفرستن. یادمون نره اینجا باغچه آمریکاست، و اگر احیانا اینجا می بودن، مسلما روابط آمریکا با کانادا خیلی خوب نمیتونست باشه، برای اینکه اینا هر کاری رو میتونستن بکنن. اینجا بسیار کسای آمریکایی‌ها مرتب میان میرن، اینجا تقریبا میشه گفت یک کشور هستن. بنابراین این مسئله امنیتیه و من بسیار خوشحال هستم، ولی هنوز هم کسانی که نگران هستند راجع به موضوع میتونن لابینگ بکنن، فشار رو به ایران بیارن، به جمهوری اسلامی بزنن، بیارن که اینجا یک حافظ منافع درست بکنن، مثل همین موضوعی که در آمریکا هست، سفارت پاکستان حافظ منافع جمهوری اسلامی هست در آمریکا، که کارهای به اصطلاح کنسولگری رو الان کانادایی ها از اون طریق انجام میدن، که البته خب
زیاد ممکنه که کانوینینت نباشه، ولی خب مسئله فرستادن نامه و پاکت و این چیزا هست که این کار رو انجام شد. من در خدمتتونم. اتفاقا خوب جای رسیدیم آقای افشین جان. میدونید که این افرادی مثل آی سی سی یا مثل آقای جوهری، اینها اصلا به مردم توضیح نمیدن. یعنی مردم کانادا، یعنی ایرانیان کانادا نیاز به رفت آمد به کشور دارن، میخوان شناسنامه، میخوان برای بچه هاشون پاسپورت، میخوان تمدید پاسپورت، وکالتنامه، کارت ملی. اینها جز کارهای کنسولی است و اونجایی که ما خبر داریم 17 نفر در سفارت ایران این کارا رو انجام میدن که اینها اخراج نشدن در دوره گذشته. دیپلمات ها اخراج شدن و روابط سیاسی قطع شده. و چرا این آقایون وقتی میخوان صحبت بکنن روشن به مردم نمیگن که شما نیاز به خدمات کنسولی دارید و ما همونجوری که اشاره فرمودید باید بریم دنبال دفتر حافظ منافع که خدمات کنسولی میده، این رو انجام بدین و این رو دنبال کنن. و تا به حال هم اگر رفته بودن انجام شده بود. چرا رفتن مردم رو فریب میدن که ما باید حتما روابط سیاسی داشته باشیم که به شما پاسپورت بدن یا شناسنامه بدن؟ این شما اینو واقعا فکر میکنید که ندانسته این کارو میکنن و به مردم اطلاعات غلط میدن، یا اینکه نه در حقیقت خودشون هم یک هدف سیاسی دارن در این مورد، یا یک به اصطلاح طرز تفکر سیاسی و حمایت ایران یا لابیگری که فرمودید اینا دنبال اون هستن؟ چون این خیلی واضح است، هر کسی میدونه که خدمات کنسولی فرق میکنه با روابط سیاسی. میشه در این مورد کمی بیشتر که شنوندگان ما بدونن که کسی مخالف ارتباط داشتن از این طریق که بتونیم خدمات کنسولی بگیریم نیست. اصلا ما میخوایم اینجور بشه، از روز اول هم میخواستیم و دولت کانادا هم آمادگیش رو اعلام کرده چند مورد. حالا چرا این آی سی سی و چرا این آقای جوهرینا این اطلاعات غلط رو به مردم منتقل کردن که شما میخواد برید پتیشن پر کنید که بتون پاسپورت بدن و فلان بدن؟ ببینین راجب پتیشن و راجب آی سی سی و آقای جوهری، اینا وقتی که شما میاین نگاه میکنین به کار کردشون در این مدت و میبینین که زمانی که این پتیشن درست شد و تعداد زیادی امضا گرفتن، ولی این امضاها به نظر میرسه که امضاهای قلابی بوده و برای اینکه توجیه بکنن که نیازی هست برای این کار. آقای جوهری در این مورد ظاهراً کمک کردن با آی سی سی. آی سی سی که الان وضعیتش حتما هموطنان گرامی در آنتاریو و در تورنتو دنبال میکنن، کارهای بسیار بسیار خلافی رو کردن و ظاهرا تا اونجایی که در مطبوعات هست یه چیزهایی رو به دادگاه کشیده شدن و بعدم یک نامه‌ای رو نوشتند و همه کسانی که مسئول آی سی سی بودند در این یکی دو سال گذشته اینو امضا کردند و به اشتباهاتشون اذعان کردند، اعتراف کردند. و بعد به عنوان مثال میگم یکی از چیزهایی که گفتن ما حدود 1000 تا عضو داریم، ولی وقتی که اصرار کردند از طریق دادگاه گفتن که اسامی رو باید بدین، میخوام اینم اشاره بکنم که شما هر کسی میتونه چون یه چیز پابلیک هست میتونه بره درخواست بکنه که اسامی رو بدن. وقتی که درخواست اسامی رو کردن 90 نفر بودن. ببینین 1000 نفر کجا، 90 نفر کجا، یا 90 خورده ای 91 نفر. و بعدم شما حساب کنید که یک سازمانی هست به نام کنگره ایرانیان کانادا و این 90 نفر عضو داره و اینا چجوری مخارجشون میگذره. شما بیننده عزیز میدونین یک سازمانی یه دفتر میخواد، تلفن داره، برق داره، آب داره و خب مخارج فوتوکوپی، تلفن، هر چی دیگه هست. اینا مطالبی هست که باید کشف بشه که
که این مبالغ از کجا آمده. امیدوارم که به صلاح تمیز بیاد بیرون و بعد ما خدای نکرده مسائل جنبی رو نبینیم که یه وقت یک کشور خارجی یا یک فرد خارجی کمده کارهایی رو کرد که اون موقع است واقعا یک کاتاستروفی خواهد بود. حالا منظورم از این که وقتی که نماینده مجلس آقای جوهری طبق این مدارکی که الان هست با این سازمان ICC که نشون داده در این مدت که با مردم نبوده بلکه کارهایی که کرده برخلاف مقررات کانادا بوده و اینا تمامش در حدود 200 یا 300 صفحه دوستان با زحمات زیاد تهیه کردن و حدود فکر میکنم حدود 40 یا 50 هزار دلار هم تا کنون تا اونجا که من اطلاع دارم مخارج شده که این کارها انجام میشه که هیچ کسی از این گروه ICC فکر نمیکرد که کسی بیاد و بیاد اینقدر پافشاری بکنه خرج بکنه که اینها رو برملا بکنه. و من بسیار از اون کسانی که این کارها رو کردن و پیگیری کردن و زحمت کشیدن که البته مسلماً فکر میکنم در آتیه من البته فکر میکنم تو نوامبر هست که این کارا به نتیجه خواهد رسید و پس از اون حالا که موقعیت رو به من دادین میخواستم بگم که زمانی که انتخابات ICC شروع بشه برای انتخاب افراد مطمئنی که کمک بکنن به کامیونیتی به این جامعه حتما شرکت بکنید. ولی ما میخوام گویانه رو رها کنم، شما سوالای دیگه‌ای که دارین راجع به موضوع ICC و بعد من اینو میخوام خدمت دوستان عرض بکنم. برای من باعث تأسفه که بشینم جلوی دوربین و بگم که هموطنان به خاطر مطالبی که یا کارهایی که آقای جوهری مجید جوهری در این 4 سال نکرده و کارهایی که باید میکرد نکرده و در حقیقت میشه گفت که برخلاف موازین کانادا کارهایی رو کرده که الان من چند تاشو برمیشمرم و به اون مطالبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم که من و شما و دیگران چرا آمدیم بیرون و ایشون هم جزء همونا هست و کمکی نکرده، تأسف من از اینجا هست که من و دیگر دوستانی که حالا اسامیشون هم خواهیم برد باید به ایشون رأی ندیم و بگیم که به ایشون رأی ندن که یک ایرانی هست و به یک کانادایی رأی داده بشه در اون حوزه انتخابی هست. حالا ما اینو بیشتر باز میکنیم و میگیم که کجا هستیم و کجا داریم میریم. در خدمتتونم. اصلا حضورتون حالا که چون ما داریم در این رابطه میریم که مسئله انتخابات ریچموند هیل رو به خصوص تمام کنیم، عرضم حضورتون که اولا اون مسئله که اشاره فرمودید که مسائلی بوده راجع به آقای جوهری که ارتینا انتشارم پیدا کرده، اگه میشه اینا رو توضیح بدید برای شنوندگان ما که دقیقا اطلاع داشته باشن که آقای جوهری کیست و چه کاری کرده یا چه کاری نکرده و همچنین معرفی آقای کاستس منگاکیست که یک کانادایی است در از حزب کانسرواتیو که به نظرم خیلی نزدیک به ایرانی ها و یک قسمت حتی فارسی هم بعضی کلمات رو بلده و حمایت میکنه از حقوق بشر در ایران و خیلی مسائل دیگه و ایرانیان بهش ارتباط نزدیک پیدا کردن. اون مسائل رو بفرمایید. حالا چون وقتم خیلی کم داریم ولی مسئله این که چرا افراد respected member های کامیونیتی ما، افرادی که ما برای اینها احترام قائلیم، پیشکسوت بودن در رفتن به این پروسه دموکراسی مثل آقای دکتر رضا مریدی، چرا اطلاعیه دادن و اعلام کردن که من لیبرال بودم و هستم و خواهم بود ولی در حوزه انتخاباتی به آقای منگاکیس رأی میدن برای که نظراتشون نسبت به آقای جوهری خوب نیست و این به چه دلیل بوده و چقدر انتشار پیدا کرده؟ راجب ICC من فکر میکنم که پس از
دستورالعمل قاضی در دادگاه که فکر میکنم اوائل نوامبر خواهد بود، من فکر میکنم که صحیح هست برای دادن اطلاعات بیشتر به هموطنانمون از اون آقایون خانوم ها دعوت بکنیم که تشریف بیارن و مسائل رو خیلی باز، اون چیزهایی که میتونن بگن، با مدارکشون بیان به هموطنان بگن و در موقع درخواست میکنیم که هموطنان شرکت بکنن و پشتیبانی بکنن از افراد صالحی که برای کنگره ایرانیان کانادایی کار خواهند کرد. در مورد آقای جوهری و چرا این اتفاق افتاده، اول که من میخوام اینجا از آقای دکتر رضا موریدی بسیار سپاسگزاری بکنم، کسی که خودش سالها عضو حزب لیبرال بوده، چندین پورتفولیوی وزارت داشته و البته الان بازنشسته شده، آمده با چند نفر دیگه، چند نفر که جزو حزب لیبرال هستن، که البته میخوام در پرانتز خدمتون بگم یک گزارشی تهیه شده که امروز یا فردا در خواهد اومد و این گزارش رو یکی از روزنامه‌های معتبر چاپ خواهد کرد و اسامی این چهار نفر که خودشون لیبرال بودند و آمدن و گفتن که به آقای جوهری رأی ندید. این خیلی مهمه، کسی که بیاد از حزب خودش انتقاد بکنه و بگه به این عضو حزب لیبرال رأی ندین و بعد روی اون بیاد بگه که به حزب، به این آدم آقای کاستاس، به این آدم که حزب مخالف هست رأی بدین. این نشون میده که آقای دکتر رضا موریدی خوبی جامعه رو میخواد، خوبی این محیط کانادا رو میخواد که سالم بمونه و من به ایشون واقعا براوو میگم. یکی از مسائلی که پیش اومد، من میخوام یکی یکی این مطالب رو باز بکنم. آقای جوهری یک بنکراپسی یا عرشبت حضورتون دوباره لغت فارسی، چیز ورشکستگی، ورشکستگی شخصی داشته در کانادا و اینو طبق قوانینی که اینجا هست اعلام نکرده. زمانی که اپلیکیشن اون فرمو درخواست پر میکرده برای عضویت در حزب لیبرال، این کار نکرد و این برخلاف قانونه و خب این آمدن و کشف کردن و این خب این یکی از مسائل، این یکی از مسائل، وقتی که کسی بیاد اینو نگه و یا دروغ بگه، در اپلیکیشن دروغ بگه، اون وقت هست که اون احترامی که باید به یک نماینده گذاشت، به اون جامعه گذاشت، از بین میره. یعنی من ایرانی کانادایی خجالت میکشم که احتمالاً بگن که نماینده شما دروغ گفته. من اینو میخوام اینجا بگم، من شخصاً آقای جوهری رو نمیشناسم و تا حالا شاید همینطوری از دور دیده باشم، هیچ خصومتی من با آقای جوهری ندارم، امیدوار بودم که من نباشم اینجا که این مطالب رو بگم، ولی مجبور هستم به خاطر یکی، به خاطر صداقته، یکی به خاطر خود جامعه کانادایی، ایران کانادایی هست و اینکه ما باید از اون برنامه هایی که هر روز میشنویم در داخل ایران از این بگذریم. باید یک چکن بلنسی باشه، باید یک ممیزی باشه که ما این ممیزی رو از الان تمرین بکنیم و وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، که امیدوارم هرچه زودتر انجام بشه، ما بتونیم همین موازین رو در کشور خودمون پیاده بکنیم. من حالا به شما گوش میدم، مطالب دیگه رو در خدمت رو خواهم گفت. خب من فکر میکنم این قسمت رو ما دیگه روشن کردیم که چرا در ریچموند هیل کاندید لیبرال که آقای جوهری باشه، چرا مورد اصطلاح مخالفت جامعه ایرانی قرار گرفته و در فضای مجازی میدونه خیلی مسائل پخش شده و چرا باعثی با آقای کاسوس منگاکیس که همراه با کامیونیتی هست با
به اون رای داده بشه. اینا رو صحبت کردیم، حالا میپردازیم به مسائل در حقیقت هفته گذشته و هفته جاری. من فکر میکنم قبل شاید یک آهنگی اگر پخش بشه تا شما هم یک استراحتی بکنید و بعدش ما بپردازیم به قسمت دوم که جدا بشه از این قسمت. فقط من یک جمله رو بگم قبل از اینکه یک بریکی داشته باشیم. یکی از مشکلات دیگه هم که آقای جوهری داشتن این بود که خودشون به عنوان معرفی کردن به عنوان مهندس و مهندس متخصص و سازمان متخصصین مهندسین اینجا ایشون رو تقبیح کردن و خواستن جریمه شون بکنن و ایشون عذرخواهی کردن و ایشون مجبور شدن که $5,000 هم تا اونجایی که رکورد هست شواهدش هست $5,000 هم به عنوان دونیشن به این سازمان دادن که در حقیقت حالا اگه بخوام لغت مالکشی رو هم اضافه بکنیم این چند تا از این مطالب بوده که البته بازم هست. من فکر میکنم که در فرصت برنامه نیست به اندازه کافی ما راجع به این بود صحبت کردیم و بنابراین من خواهش میکنم که کسانی که در اون منطقه هستن به آقای کاستاس منگاکیس رأی بدن. متاسفم اینو میگم ولی ناچار هستیم که حتی آدم خوبی هم هستا من دیدمش بسیار همطور که شما گفتین چند کلمه فارسی بلده و قبلا هم نماینده بوده چند سال سابقه داره آشنایی داره و در صحبتی که داشت میکرد میگفت چقدر به ایرانی ها علاقمنده و چقدر کمک کرده، در حالی که ممکنه کسای دیگه از مناطق دیگه بهش تلفن کرده باشن که ربطی هم به این منطقه ایشون نداره ولی ایشون از مسیر خودش خارج شده و به ایرانی ها کمک کرده. این نتیجه است که خدمتتون خواستم. خب امیدوارم که رفع خستگی شده باشه با این آهنگ زیبایی که فرزاد جان برای شما گذاشتن از اتاق فرمان. عرض کنم حضورتون ما قسمت انتخابات که مسئله بسیار مهمی بود و هست تا روز دوشنبه صحبت کردیم و قسمت دوم برنامه استفاده میکنیم از حضور آقای افشین جم در مورد مسائل منطقه‌ای که حول و حوش کشور ایران در جریان هست. میدونید که در هفته گذشته یکی از وبسایت های آمد مثل به نام آمد نیوز که آقای زم ظاهرا مسئولیتش داشتن به اضافه یکی دو تا ادمنستریشن دیگه ادمنستریتور به نام خانم نجفی و یک کسی دیگری به نام مازیار، جمهور اسلامی یعنی سپاه اعلام کرد که ما با ترفندهای بسیار سخت و عرضم حضورتون که پیچیده ایشون رو از پاریس هدایت کرده و در عراق بازداشت شده و بردن ایران که به نظر من خیلی در از اخبار که برمیاد خیلی پیچیده نیست، جز میتونه یک فریب اطلاعاتی از کسانی که نزدیک هستن و به دلیل به اعتقاد من به دلیل اینکه ما در حقیقت یعنی ایران در مورد مسائل منطقه‌ای سال هاست که یک پیروزی منطقی نداره. اسرائیل تا حالا 220 مرتبه نیروهای ایران رو در خاک سوریه بمباران کرده، اینا هیچ عکس العملی نداشتن در مسائل سیاسی دنیا، در مسائل اینه که مثلا یه دفعه یک نفر رو حالا بگیرن به هر شکلی که هست که حالا آقای افشین‌جم حتما ما رو مطلع میکنن از این برنامه، به یک پیروزی بزرگ تبدیل کنیم که بله ببینید چقدر ما مقتدر هستیم که یک نفر رو تونستیم بیاریم. و اینا به اعتقاد من این نوع تبلیغات ضعف به اصطلاح قدرت نظامی و قدرت سیاسی کشور رو میرسونه. حالا ببینیم که داستان آقای زم چی بوده. آقای روح الله زم پسر آیت الله زم بوده و ایشون بدون اینکه بخوام به جزئیاتش برسم پناهندگی میگیره از فرانسه و در فرانسه مشغول میشه به کارهای فعالیت‌های سیاسی و برنامه تلویزیونی ایجاد میکنه و ظاهراً
از گروه های مختلف از ایران اطلاعات میگیره. این اطلاعات از اصلاح طلبا میگرفته و از اصولگراها میگرفته، از کسای مختلف، و ایشون ادعا میکرده که حتی در اتاق خواب آقای خامنه ای هم خبر داره. و خب تو این خبرها یه مقدار بسیاریش خبرهای درستی نبود، همش آدم یعنی وقتی که گوش میکرد میدید که واقعا درست نیستن، و بعضیاش هم خب درست بودن و بعدم به وقوع میپیوستند، و این بین جناهای مختلف اختلافاتی رو بین اختلافات در داخل ایران به وجود آورد. و بدون اینکه بخوام به اون قسمت بپردازم برای اینکه خیلی طولانی میشه، ایشونو در هفته گذشته طبق گزارشاتی که خانومش گفته و اون خانوم نجفی که شما راجبش اشاره کردین، یک نفری از ایشون دعوت میکنه که بیاد آیت الله سیستانی رو در نجف ببینه. آیت الله سیستانی یک مرجعی هست که خیلی از در شیعه بهش خیلی احترام میذارند، خیلی بیشتر حتی در یک مواردی ایشون از خمینی هم بالاتر میدیدند، و البته ایشون مواضع خیلی سختی رو با آقای خامنه‌ای داره، روابطشون زیاد خوب نیست. و اینطور که گفته میشه یک نفر واسطه پیدا میشه که به آقای زم میگه که میتونه برایش ملاقات بگیره، به آقای سیستانی ملاقات بکنه، و ظاهرا مثل این که درخواست ایشون این بوده که یک رقم چند میلیون دلاری رو از درخواست بکنه از آقای سیستانی که برای کارهای تلویزیونش گسترش بده، و ایشون طبق گزارشی که اومده خانومش و دیگران و این لیست هایی که از هواپیمایی جردن اردن گرفته شده، ایشون از پاریس میاد به اردن، به اردن، و عرض شود حضورتون که از اونجا پرواز میکنه میاد به بغداد. در بغداد ایشون رو ظاهرا میگیرن، طبق گزارشی که خانومشون میگه پس از که رسید به بغداد بعد از چند دقیقه بعد که وارد شد دیگه ازشون خبر نیست، تا اینکه نشون میده که آقای زم در روی صندلی نشسته و میگه که من معذرت میخوام از کسانی که اذیت کردم یا هرچی دیگه، و نشون میده که از همون زمانی که گرفتن ایشون رو به اصطلاح مجبورش کردن که اقرار بکنه. حالا مسائل مختلف اینجا هست، بعضیا میگن که این کار خودشونه، بعضیا میگن نه این کار خودشون نیست، این حرفایی که زده و اون عرشبت که افشاگری هایی که کرده مخالف جمهوری اسلامی بوده. در هر صورت ما برنامه آقای زمو در ماهای آینده، روزهای آینده خواهیم داشت، و عرشبت حضورتون که جمهوری اسلامی از این حسن استفاده رو خواهد کرد و احیانا خواهد گفت که ما چقدر قدر قدرت هستیم، و یک مدار احتمالا ممکنه ترس ایجاد بکنه برای اپوزیسیون، که من فکر نمی کنم اون کسانی که من میشناسم از جمله خودم هیچ ترسی نداریم که جمهوری اسلامی بخواد ما را تهدید بکنه، و اینکه قاعدتا به خاطر حرفایی که زمانی که در تلویزیون میزده و از ایشون رو تحت فشار قرار خواهند داد که این اطلاعات از کجا آورده، و احتمالا ما خواهیم دید تعداد بسیار زیادی رو در هفته های آینده، روزهای آینده، ماه های آینده بگیرن و به عنوان کسانی که خیانت کردن به جمهوری اسلامی حالا هر کاری که میخوان بکنن انجام بدن. ولی یه چیزی رو باید خودمون بگیم، و اون اینه که ایشون رو ربودن، یعنی آدم ربایی کردن. آدم ربایی کردن، ایشون رفته بغداد و از بغداد دیگه از ایشون خبر نیست، و خودشون گفتن که ما اینو با یک ترفندهای آوردیم، و همونطور که شما گفتین اعلام دارن میکنن که ما چه کردیم و چه نکردیم، در حالی که آقای زم مهره‌ای نبوده که بخواد اینا بخوان این
سلبریشن و این جشنواره رو درست بکنن که آقای زم رو گرفتن، ولی خود این یک حاشیه هست و به بیراه بردن مطالباتی است که اپوزیسیون داره و مردم ایران دارن برای عرصبت که تغییر رژیم. و حالا باید صبر بکنیم ببینیم که اتفاقات جدیدی که چه پیش خواهد اومد که ما بتونیم خدمت شما گزارش بدیم. خب همطور که فرمودید مسئله آقای روح الله زم که خب میگن که ایشون ارتباط با یک بخشی از حکومت داشته که اصلاح طلب بودن و میگن که مسائلی مثل کشته شدن آقای هاشمی به وسیله اصولگراها یا به وسیله رهبر ایران یا مسائل دیگری رو ایشون با اطلاعاتی که داشته اعلام میکرده، ولی از نظر مخالفین جمهوری اسلامی اینا مسئله نیست، چون در حقیقت مخالفینی که الان هستن کلیت نظام براشون مطرحی که فرق نمیکنه، یعنی جناح اصلاح طلب یا اصولگرا هیچ کدامشون با توجه به وضع قانون اساسی و وسائلی که در ایران هست پذیرفتنی نیست، حالا چه ایشون با اصلاح طلب باشه چه به اصولگرا. اینا همونطور که فرمودید مسائلی است که در آینده روشن خواهد شد ولی تغییری در موضوع نخواهد داد. اما بپردازیم به سایر مسائل، از جمله مسئله مربوط به حمله ارتش ترکیه به سوریه. البته باعث تأسفه که کشور مثل سوریه تا حالا نزدیک به 400-500 هزار نفر کشته شدن، 12 میلیون آواره در سراسر دنیا هستند و نه آقای اوباما کمکی کرد به اینها، برعکس عدم دخالت آقای اوباما باعث کشته شدن این همه و همچنین رفتن جمهوری اسلامی و این مسائلی که اونجا به وجود آوردن و بسیار از اینها وسیله ایران کشته شدن و حالا هزینه های زیادی ارتش فاطمیون و زینبیون تشکیل داد ایران و چیزایی که خبر دارید، یعنی راجع به سوریه خیلی میشه خیلی ساعت ها صحبت کرد. حالا در آخر مسئله ترکیه به اونجا حمله کرده و میخواد یه نوار مرزی داشته باشه، نوار امنیتی به قول خودش در 30 کیلومتری مرز. شما ضمن این که حالا یه توضیح کوتاه، چون خیلی هم وقت نداریم، یه دو سه تا موضوع هم راجع به حمله هشت شعبی عراق اعلان امروز اعلام شد که اون کسانی که این کسانی که در تظاهرات عراق کشته شدن به وسیله نیروهای طرفدار ایران یا هشت شعبی بوده، این دولت عراق اعلام کرده. حالا میپردازیم به اون. راجع به سوریه و اصلا موقعیت ما با این هزینه‌هایی که ما کردیم سرنوشت این چه خواهد شد؟ یعنی ما که نه، منظورم جمهوری اسلامی چه چیزی چه توشه‌ای گرفته از این همه هزینه و این همه کشته شدن، حالا چه سپاهیان ایران چه اونایی که در اونجا بودن و چه روزگاری منتظرش هستیم در سوریه؟ دو تا موضوع رو مطرح کردین دکتر اسدپور. یکی حمله اردوگان ترکیه به مرزهای سوریه و قسمت دوم چه سودی ما چه توشه‌ای به قول شما از بودن در سوریه میبریم. آقای اردوگان یک اپورتونیست هست، موقعیت طلب هست و به محضی که اعلام شد و بعد صحبتهایی که ایشون با آقای ترامپ کرده بود فهمید که سربازاشو میخواد از اون منطقه که حدود 200 تا بیشتر نبودن حد اکثر میخواد ببره، از این موقعیت استفاده کرد و بلافاصله اونایی که آمریکایی خارج شدن ایشون حمله هاشو به مرزهای سوریه ادامه داد و واقعا تعجب میکنم که اگرچه غیر از یکی دو تا کشور از جمله به عنوان مثال میگم قطر، همه کشورها گفتن کار درستی نکرده و باید برگرده و البته ایشون گوش نمیداد، ولی امروز که معاون آقای ترامپ و عرض شود که آقای پومپیو رفتن، وزیر خارجه رفتن به ترکیه، ایشون رو مجبورش کردن که آتش بس بده و این خب این یه خبر خیلی خوبی هست و این رفتن ایشون و این بمبارانی که کردن و خرابی که ایجاد کردن و حدود 100 خورده‌ای کودک و زن و پیر و جوان کشته شدن برای چی
واقعا معلوم نیست و ولی معلوم نیست، یعنی معلوم هست که ایشون میخواست از این موقعیت استفاده بکنه. البته میخوام بگم که ایشون نگران مسائل کردستان ترکیه هست، یعنی کردهای ترکیه هست و نگران این که احیانا کردهای سوریه قوی بشن و بخوان با کردهای عرشبت که ترکیه ممزوج بشن با هم گرفت بده بکنن و نتونه کنترل بکنه، که البته کردها 20% 22% جمعیت ترکیه رو دارن و در حقیقت کردها بودن که باعث شدن که آقای اردوغان برنده انتخابات بشه. بنابراین این کشتاری که ایشون انجام داد در این مدت واقعا باعث تأسفه. و نکته دیگه این که نقد بکنیم جمهوری اسلامی رو، جمهوری اسلامی باید به چندین دلیل، یکی این که کردها هم به نظر همه ایرانی ها و تمام دنیا جزء گروه ایرانی ها هستند، علاوه بر اینکه حقوق بشر هست بعد چیز بشه، میباید به طرفداری از کردها، چون خود کردها عرشبت که بارزانی همیشه گفته بوده، زمانی که مصطفی بارزانی گفته بوده که هر جا که کرد هست ایران هست، بنابراین ما اونها رو به عنوان برادران یا خواهران ایرانی خودمون میدونیم، باید جمهوری اسلامی خیلی قویتر این کار رو انجام میداد. و البته باز هم خوشحال هستم که این آتش بس انجام شده. راجع به که توشه ما از بودن در سوریه چی هست، واقعا هیچی. ما میلیاردها دلار خرج کردیم، از سر سفره مردم برداشتیم و آماری که هست و به نظر من دقیق هم هست، حدود 500,000 سوری کشته شدن، حدود 12,000,000 بی خانمان شدن و به کشورهای دیگه رفتن، که حدود 3,000,000شون الان در خود ترکیه هستن، 1,000,000 خوردهشون در عرشبت که آلمان هستن و جاهای دیگه از جمله توی کانادا هم حدود 30,000 نفر یا هرچی در این حدودا یا شاید هم بیشتر هستن. و اینها و به علاوه خرابی هایی که به وجود اومده، و تأسف اینجاست که الان جمهوری اسلامی میگه که ما میخوام اونجا رو بازسازی بکنیم. این همه خرج کردن، این همه پول دادن، این آخرین کشتی نفتی که رفت و 2,000,000 بشکه نفت توش بود که باعث افتضاح شد، گفتن که اینا به سوریه نخواهد رفت و بعدم دیدیم که رفت به سوریه. این آخرین به اصطلاح 2,000,000 بشکه رو شما ضرب داره 55 دلار بکنید، ببینید چه رقمی میشه که اینو دادن به اونجا. حالا اونا تمام اونا جای خودش میخوان بازسازی بکنن سوریه رو. ما هنوز کرمانشاه که زلزله اومد هنوز بازسازی نشده. سیلی که آمد 6 ماه پیش در این حدود هنوز بازسازی نشده. خوزستان بازسازی نشده. سیستان و بلوچستان